سرخط خبرها. All UN sanctions on Iran lifted under UN Security Council Resolution 2231. درخواست رسمی آمریکا از شورای امنیت برای احیای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران. سایر اعضای دائم شورا مخالفند و آن را بی‌اعتبار می‌دانند. تمام ملتیمیزه بیر مژده‌ای ور. مژده گنجینه‌ای در دل دریای سیاه. ترکیه از کشف یک ذخیره بزرگ گازی خبر داد. اعلام رسمی نامزدی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. کاندیدای دموکرات‌ها با وعده پایان دادن به تاریکی قدم در عرصه رقابت با ترامپ گذاشت. و آتش دوباره در دل طبیعت بکر حاشیه خزر. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. آمریکا رسما از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تحریم‌هایی را که بعد از توافق هسته‌ای با ایران لغو شده بود برگرداند، اما بقیه اعضای دائم شورای امنیت مخالفت کردند. همچنین آلمان، بریتانیا و فرانسه در نامه‌ای گفتند این اقدام آمریکا اثر حقوقی نخواهد داشت. آمریکا رفتار متحدان اروپایی اش را مأیوس کننده توصیف کرده. فرین ناصمی گزارش می‌دهد. آمریکا رسما ماشه را چکاند. مکانیزم موسوم به ماشه، بازگرداندن تمام تحریم‌های سازمان ملل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران است. در مقابل، بریتانیا، آلمان و فرانسه بیانیه مشترک خطاب به رئیس شورای امنیت سازمان ملل نوشتند. آنها آمریکا را دیگر عضو برجام ندانسته و گفتند درخواست آمریکا برای بازگشت تحریم‌ها را مؤثر نمی‌دانند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا این اقدام آنها را جانبداری از به گفته او ملاها نامیده. چین و روسیه هم در نامه‌های جداگانه واکنشی مشابه اروپایی‌ها نشان دادند. این هم پاسخ رسمی ایران به اقدام آمریکا. امروز آمریکا تلاش کرد با توسل به دروغ جامعه جهانی را گمراه کند و تحت قطعنامه 2231 تحریم‌ها را بازگرداند. بر اساس شواهد قوی حقوقی آمریکا عضو برجام نیست و حق ندارد از مکانیزم ماشه استفاده کند و با تفسیر خودسرانه اش از قطعنامه 2231 نمیتواند این واقعیت را تغییر دهد. بنابراین ما معتقدیم نامه‌ای که توسط آمریکا به رئیس شورای امنیت فرستاده شده پوچ و بی‌اعتبار است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در نامه‌ای به شورای امنیت اقدام آمریکا را غیرقانونی خواند. اقدام آمریکا مدافعانی هم داشت. این تصمیم درستی است. همانطور که در سال 2018 آمریکا با تصمیم درست از توافق خطرناک هسته‌ای با ایران بیرون آمد. آن توافق هرگز نباید انجام می‌گرفت. برجام راه ایران برای ساختن بمب را نبست، بلکه راهش را هموار کرد. در بین رهبران جهان فقط من به صورت عمومی علیه این توافق حرف زدم، اما در خاورمیانه خیلی از رهبران با من موافقند. آنچه به عنوان مکانیزم ماشه شناخته شده، سازوکاریست در توافق برجام که اجرای تعهدات طرفین را تضمین می کند. قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام را تایید کرد، فرایندی 30 روزه برای فعال شدن مکانیزم ماشه پیش بینی کرده بود. آمریکا هفته پیش در تصویب پیشنویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران موفق نبود و تنها جمهوری دومینیکن با او همراه شد. اشتباه نکنید. این اشتباه بزرگی است که تحریم اسلحه را تمدید نکنید. دیوانگی است. درسته؟ هر کسی می‌داند که رژیم ایران از سال 1985 عملیات تروریستی در سراسر اروپا انجام داده. هواپیماهای مسافربری را روبوده. بمب‌گذاری کرده، اروپایی‌های بیگناه را ترور کرده، مخالفانش را در اروپا ترور کرده، انفجار در اماکن مقدس مسیحیان طراحی کرده. اینها همه در اروپا رخ داده. آیا عاقلانه است که اسلحه پیشتری داشته باشد؟ نباید فراموش کنیم که امسال آنها یک هواپیمای مسافربری را ساقط کردند. این حکومتی نیست که قابل اعتماد باشد. نباید به آنها اجازه دهیم اسلحه بخرند و بفروشند. بنابراین از همه دنیا می‌خواهم که متحد شوند. آمریکا پیشتر هشدار داده بود که اگر شورای امنیت تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید نکند، مکانیزم ماشه را فعال خواهد کرد.
ایران و کشورهای عضو برجام میگویند چون آمریکا از این توافق خارج شده نمیتواند درباره برجام اظهار نظر کند. آمریکا اما میگوید چون برجام را امضا کرده بود میتواند درخواست بازگشت همه تحریم ها علیه ایران را مطرح کند. فرین آسمی، بی بی سی. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران از شمال لندن با ما هستن. آقای علیزاده، هم در لحن ایران اعتماد به نفس بیشتری میشنویم، هم اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی درگیر در برجام. فکر میکنید چقدر این ربط داره به انتخابات پیش روی آمریکا و امیدواری اونها که قضیه به کل عوض بشه؟ قطعا ارتباطی هم با کارزار انتخاباتی آقای ترامپ داره. آقای ترامپ به واقع در 4 سال سیاست خارجیش، حالا من در حوزه اقتصاد و نمیدونم مسائل داخلی آمریکا اظهار نظر نمی کنم، اما در حوزه سیاست خارجی به واقع مشتش خالی است، الا این دستاوردی که اخیرا به دست آوردن مبنی بر رابطه امارات و اسرائیل. خب حقیقتا چیز شگفت انگیزی بودش و خوب روش مانور دادش. اما منهای این شما نگاه کنید در حوزه سیاست خارجه، روابطش با اتحادیه اروپا، با ناتو، با حوزه نفتا، کانادا، مکزیک، در حقوق بشر از کمیسیون شورای حقوق بشر خارج شد، از یونسکو خارج شد و و و, و در کلا سیاست خارجه و سیاست خارجه خاورمیانه به ویژه ایران در بحث هسته‌ای، در کره شمالی، واقعا دستش خالی است. به نظر میاد یک شتاب زیادی، یک عجله‌ای آقای ترامپ داره که یه جوری امتیازی رو در این بحث هسته‌ای بتونه به دست بیاره، چون میدانه در مقابلش آقای بایدنی است که در به عنوان زوج آقای ترامپ موضوع برجام رو پیش برد. حتما آقای بایدن روی این مسئله هست ایران مانور خواهد داد که چه کردی؟ شما خارج شدی، دستاوری نداشتی، ایران هم تازه غنی‌سازی خودش بیشتر که شرایط کنونی بیشتر به نفع ایران هست. فکر میکنی که شورای امنیت تا چه حد از این خواسته آمریکا تبعیت بکنه؟ ببینید، من نکته مهمی رو در اظهارات 3 کشور ترویکا دیدم که بریتانیا، آلمان و فرانسه گفتن که اقدام آمریکا، ببین دوستان آمریکا هستن، گفتن این وجاهت قانونی نداره. ببینید چه رجعت قانونی نداره. یه دلیلش این که ایالات متحده جزء برجام نیستش. اما حالا فرض کنیم که ایالات متحده عضو برجام هست، مثل بریتانیا، الان بریتانیا ناراحت باشه، بخواد موضوع ماشه رو فعال بکنه. همین هم مراحل داشته، یعنی آقای ترامپ سپله یکی کرده. به چه معنی؟ چون مکانیزم ماشه در خود برجام این گونه تعریف شده بود که اول در سطح کمیسیونی تشکیل بشه در سطح کارشناسی، بعد 15 روز بره در کمیسیون در سطح وزرا. در سطح وزرا اگر به نتیجه نرسید 5 روز بعدش، یعنی روز 35 روز بعد، ارجاع بشه به شورای امنیت سازمان ملل متحد. آقای ترامپ، آقای پومپئو، من واقعا نمیدونم اینها مشاوران حقوقی ندارن، چجوری هستش که یک دفعه سپله یکی کرده رفته شورای امنیت، به دلیل اینکه خودشون هم میدونسته اگر بخواد این مسیر رو برن، میگن خب شما باید عضو برجام باشید. نیستید. نگاه کنید کشورهای ترویکا وقتی میگن که این وجاهت قانونی نداره، دارن بحث حقوقی مطرح میکنن. از طرف دیگه غیر از این موضوع، یک نکته پنهانی هم هست که خیلی خیلی مهم هستش. اونها میدونن که مسئله آقای ترامپ صرفا بازگردوندن تحریم های بین المللی سازمان ملل نیست. اینها برمیگرده اگه مکانیزم ماشه فعال بشه. اما یادتون باشه تحریم های بین المللی در فصل هفتم بوده. فصل هفتم بسیار خطیر هستش، بسیار خطرناک، چون مجوز اقدام نظامی سازمان ملل را میدهد و ایران از زیر این به واسطه 2231 از زیر این فصل خارج شدش. من فکر میکنم آقای ترامپ یک هدف اعلام شده دارد، یک هدف اعلام نشده. هدف اعلام شده است اینه که در فشار حداکثری تحریم های بین المللی را هم بازگرداند. هدف اعلام نشدهش این هستش که مجوز جنگ رو هم به این وسیله به دست بیاره. و این نکته ایست که واقعا از نظر اروپایی ها هم خطیر هست، همچنان اینکه از نگاه روسیه، چین، کشورهای دیگه شورای امنیت ملل هم نکته خطیری هست. همه دست آقای ترامپ رو خوندن. به نظر میرسی آقای ترامپ
داره ریسک بزرگی میکنه. اگر شکست بخوره این صرفا یک شکست برای او نیست، بلکه یک تحقیر برای او خواهد. ممنونم از شما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و کارشناس پرونده هستی. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان بار دیگر خواهان کاهش خشونت و آغاز مذاکرات بین الافغانی شده و تاکید کرده هیچ دلیل موجهی برای تأخیر مذاکرات وجود ندارد. آقای خلیلزاد ضمن محکوم کردن حمله به میر عبدالباقی امین، سرپرست شورای علمی وزارت معارف، گفته این حمله از سوی کسانی بوده که به دنبال تأخیر و برهم زدن روند صلح افغانستان هستند. از همکارم سحن رحیمی در کابل درباره جزئیات اظهارات آقای خلیلزاد پرسیدم. آقای خلیلزاد از چند روز به این سو در رشته توییت‌های همواره داره تاکید میکنه که دولت افغانستان باید روند صلح رو تسریع ببخشه و همینطور امروز گفته که هیچ دلیلی برای تأخیر در مذاکرات بین الافغانی نیست. توییت امروز آقای خلیلزاد البته واکنشی هست به کشته شدن آقای امین که چند روز قبل در انفجار بمب مغناطیسی در کابل کشته شد. آقای خلیلزاد گفته کسانی که عامل این رویداد هستند در تلاشند تا با این رویدادها صلح افغانستان با تأخیر مواجه بکنند. از طرفی هم خب اشاره کرده به روند صلح، مذاکرات بین الافغانی و همینطور آزادی زندانیان گروه طالبان که این روند از چند روز به این طرف به دلیل مخالفت‌های داخلی و خارجی متوقف شده و به همین دلیل علی‌رغم این که مخالفت‌ها و جنجال‌ها سد راه آزادی شماری از زندانیان گروه طالبان وجود داره، به نظر میرسه که آمریکا همچنان داره فشار وارد می‌کنه بر دولت افغانستان برای آزادی هر چه زودتر این زندانیان. نقش آقای امین در پروسه صلح چه بوده که چنین واکنشی رو آقای غنی نشون داده؟ خب آقای امین در کناری که رئیس شورای علمی وزارت معارف افغانستان بود برای سالها در راستای صلح کار کرده، فعالیت کرده، عضو و مسئول چند نهاد تحقیقی در راستای صلح بوده، این اواخر هم از بنیانگذاران اتاق فکر افغانستان که در راستای صلح کار میکنه و همینطور در رابطه با آینده افغانستان بود، همینطور به دلیل اینکه در این اواخر خب قطعهای هدفمند به ویژه به جان کسانی که در راستای صلح فعال هستند بیشتر شده، این قطع واکنش‌های جهانی رو هم به همراه داشته، سفارت بریتانیا در کابل اون رو محکوم کرده و همینطور کمیسیون حقوق بشر افغانستان از دولت خواسته که در کناری که عاملین این رویداد رو شناسایی می‌کنه به این رویدادها رسیدگی صورت بگیره. سحر رحیمی بود در کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در پی درخواست آمریکا از شورای امنیت برای برگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، کشورهای باقی مانده در برجام آن را بی‌اعتبار دانستند. رئیس جمهوری ترکیه از کشف یک میدان بزرگ گازی در غرب دریای سیاه خبر داد. در ادامه این برنامه، طبیعت میانکاله قربانی آتش سوزی‌های پی در پی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ساعت پیش از کشف یک ذخیره بزرگ گاز طبیعی در دریای سیاه خبر داد. این میدان گازی در نقطه‌ای به نام تونا یک در غرب دریای سیاه و نزدیک آب‌های رومانی و بلغارستان قرار داد. مهداد فرهمند نگاهی کرده به شیوه‌ای که آقای اردوغان برای اعلام این خبر برگزید. رجب طیب اردوغان پریروز در جمع مدیران بخش انرژی ترکیه مژده‌ای را نوید داد. تو ملتیمیزه بیر مژده‌ای اردوغان گفت که مژده‌اش فصل تازه‌ای در تاریخ ترکیه خواهد گشود. بهلنمیدیک بیر بمبا پاتلاتتی. بلافاصله گمانه‌زنی آغاز شد. حدس این که مژده چیست خیلی سخت نبود. اطلاعاتی هم پیشاپیش به رسانه‌ها درز داده شد که این مژده قرار است اعلام کشف گنجینه بزرگی از گاز در دریای سیاه باشد. گنجینه‌ای به حجم 800 میلیارد متر مکعب که ترکیه را به مدت 20 سال از واردات گاز بی‌نیاز می‌کند. پیش از آنکه مژده داده شود، ارزش لیره ترکیه که همچنان در سراشیبی سقوط بود، یک هو جان گرفت و بالا رفت. ناشی از البته اثری کاملا روانی، چون به باور کارشناسان بهره برداری از ذخیره یافته شده تا 7 سال ممکن است به طول بیانجامد. در این سالها هزینه های تازه‌ای هم بر دوش اقتصاد ترکیه خواهد گذاشت. مژده اردوغان گرچه پیشاپیش درز کرده بود که چیست،
اما یک نکته غیر منتظره هم داشت. ماها بود که کشتی فاتح که ترکیه برای جستجوی نفت و گاز به دریای مدیترانه فرستاده بود، جنجال آفرین شده، اعتراضها برانگیخته، توجه‌ها را به سوی دریای مدیترانه جلب کرده بود. اما حالا اردوغان از کشف گاز در دریای سیاه خبر داده. یادآور حرف ویلیام گلادستون، نخست وزیر بریتانیا در قرن 19 که درباره سلطان عبدالحمید عثمانی گفته بود، او چوب دستش را به دریای سیاه که فرو می کند، دریای مدیترانه را به هم می ریزد. رجب طیب اردوغان شاید کاملا دانسته مشابه این گفته را مصداق بخشید. ای ملت، ای دولت، با کیسین؟ ترکیه سالیانه 41 میلیارد دلار صرف واردات گاز از ایران و روسیه می کند. بی نیازی از گاز این دو کشور، بی نیازی از داد و ستد سیاسی با آنها را هم می تواند به همراه بیاورد. بی نیازی است و یک کتازی. این یعنی آرزوی اردوغان. مرتضی فرهمند، بی بی سی. از امید شکری، کارشناس دیپلماسی و امنیت انرژی، درباره اهمیت کشف این ذخیره گازی برای ترکیه پرسیدم. طبیعی که اگر ترکیه بتونه منابع جدید نفت و گاز رو پیدا بکنه، همه وابستگیش به کشورهای خارجی کم میشه و هم میتونه در میان مدت با استخراج چنین منابع نفت و گازی بتونه خودش هم وارد کننده و هم صادر کننده نفت بشه و گاز بشه و بتونه در امنیت انرژی کشورهای منطقه و همچنین اتحادیه اروپا نقش بازی بکنه و بتونه تراز تجاری خودش که بیشتر در به نفع کشورهای عمده صادر کننده انرژی از قبیل روسیه و ایران هست و حتی آذربایجان و آمریکا هستش، بتونه تا حدی توازن رو در حجم تجارت ایجاد بکنه و همچنین بتونه در معادلات منطقه‌ای و وقتی تونست در روابطش وابستگی متقابل اینترپندنسی رو ایجاد بکنه، بتونه در معادلات منطقه‌ای هم نقش فعال‌تر ایجاد بکنه و بتونه سیاست مستقل‌تری از کشورهای عمده صادر کننده انرژی بتونه در مسائل منطقه‌ای مثل سوریه و بقیه جاها استفاده بکنه و رشد اقتصادی خودش رو و امنیت انرژی خودش رو که مرتبط با امنیت ملی خودش هست در اختیار خودش داشته باشه. کشورهای دیگر، کشورهای منطقه، می‌دونیم که یونان و قبرس همین حالا بر سر این موضوع با ترکیه در حال مناقشه هستند. فکر کنید که این موضوع چقدر پیچیدگی‌ها چقدر ممکنه که مشکل ایجاد بکنه بر سر راه ترکیه برای استخراج گاز طبیعی؟ بله، فعلا که این میدان چه شده در دریای سیاه هست، ولی در دریای مدیترانه هم هر روز شاهد افزایش تنش‌ها بین ترکیه، یونان، مصر، قبرس و حتی اسرائیل هستیم. تزد عدالت و توسعه در سیاست انرژی اصل مسلمی را برای خودش در پیش گرفته که بتونه منابعی که در حوزه سرزمینی و منطقه مناسب اقتصادی هستش با استفاده از کشتی‌ها که قبلا خریده اونا رو کشف بکنه و هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی اونو به فروش برسونه. من فکر می‌کنم که در ماه‌های آینده و سال‌های آینده شاهد افزایش عملیات حفاری توسط ترکیه در دریای مدیترانه باشیم و کشف منابع جدید در دریای سیاه بزرگترین مشوق برای تداوم و افزایش فعالیت‌ها در دریای مدیترانه خواهد بود. البته بدون ثبات و امنیت در دریای مدیترانه هیچ کشور ساحلی نمی‌تونه منابع انرژی اونجا رو استخراج بکنه و هم در بازار داخلی و هم در بازار منطقه‌ای به فروش برسونه. دریای مدیترانه بدون دیپلماسی، گفتگو و تفاهم در آینده شاهد افزایش تنش خواهد بود که به نفع هیچ کدام از کشورهای منطقه‌ای نیست و ترکیه هم‌مقامش این هستش که هم از معادلات انرژی منطقه عقب نمونه و هم بتونه امنیت انرژی خودش رو در میان مدت و بلند مدت از طریق منابع موجود در دریای مدیترانه و دریای سیاه تا حد زیادی گارانتی بکنه. امید شکری بود، کارشناس دیپلماسی و امنیت انرژی. جو بایدن در پایان 4 شب نشست مجازی حزب دموکرات در سخنرانی که میلیون ها آمریکایی آن را زنده تماشا کردند، نامزدی این حزب را پذیرفت. آقای بایدن گفت آمریکا یکی از تاریک ترین دوره های تاریخ خود را میگذراند و انتخابات پیش رو سرنوشت این کشور را برای سال های سال رقم خواهد زد. بهمن کلباسی از محل این سخنرانی در ایالت دلاور گزارش میدهد. ساعتی پیش از مهمترین و آخرین سخنرانی نشست مجازی حزب دموکرات، تعدادی از مخالفان جو بایدن، نامزد ریاست جمهوری این حزب، با شعارهای اعتراضی به استقبالش رفتند.
بایدن خیلی مسئله داره. یه جمله ساده رو نمیتونه بدون اشتباه بگه. اصلا نمیشه فهمید چی میگه. خودش هم نمیدونه چی میگه. پیرمردی که هوش و حواس و قدرت کلام را از دست داده. این یکی از محورهای اصلی تبلیغات آقای ترامپ علیه جو بایدن است. حملاتی که طرفداران آقای بایدن گفتند او در سخنرانی پنجشنبه شبش نشان خواهد داد بی پایه و اساس است. تعدادی از حامیان او چند صد متر آن طرفتر روبروی ساختمان محل سخنرانی با حفظ فاصله اجتماعی جمع شدند تا برنامه را در آنچه شبیه یک سینمای محوطه باز بود دنبال کنند. بایدن مردمیه، درست کاره، به دموکراسی اعتقاد داره، از زمین تا آسمون با ترامپ فرق میکنه. پیش از روی سن آمدن آقای بایدن، بینندگان بار دیگر مروری بر زندگیش را دیدن و چهارنوه‌اش هم میلیون‌ها آمریکایی را با اخلاق پدر بزرگ 78 ساله‌شان آشنا کردند. عاشق بستنیه. دایم یواشکی کلش رو میکنه تو فریزر و همونجا میخوره که مادر بزرگ نبینه. قایم میکنه. در آغاز سخنانش رسماً نامزدی حزب را پذیرفت و بیدرنگ به سراغ انتقاد از دونالد ترامپ رفت. عملکرد ترامپ رو بر اساس واقعیت‌ها ارزیابی کنیم. 5 میلیون آمریکایی کرونا گرفتن. بیش از 170 هزار نفر جونشون رو از دست دادن. این بدترین کارنامه مبارزه با کرونا در مقایسه با تقریبا همه کشورهای دیگه است. 50 میلیون نفر هم درخواست بیمه بیکاری کردن. 10 میلیون نفر بیمه درمانشون رو از دست دادن. انتخاب مجدد او باعث میشه آمار کرونا بالا بمونه و فشار اقتصادی روی مردم بیشتر بشه. ولی 1% پولدار پولدارتر بشن. نامزد دموکرات‌ها همچنین گفت دوران رفاقت‌های ترامپ با دیکتاتورها و نرمش در برابر روسیه اگر او رئیس جمهور شود پایان می‌یابد. سخنرانی که حامیان و حتی بعضی منتقدانش گفتند خوب ارائه شد، به خصوص که حملات بی‌وقفه ترامپ به توان ذهنی آقای بایدن انتظارات را کاهش داده. در فضایی که به خاطر شیوع کرونا نشست حزب دموکرات به صورت مجازی برگزار شد و شخصیت‌های سیاسی یا از خانه‌هاشون یا از سالن‌های خالی میلیون‌ها نفر رو خطاب قرار دادن، این کمترین فاصله است که در 6 ماه گذشته آقای بایدن و همسرش با طرفدارانشون داشتن. واقعیتی که این رخداد سیاسی رو برای اولین بار به کلی متحول کرده و حالا در پایانش اونها امیدوارن که تونستن تعداد بیشتری از رای دهندگان رو راضی کنن به او در انتخابات 13 آبان رای بدن. حالا نوبت جمهوری خواهان است که هفته آینده نشست گرد همایی خودشون رو در پاسخ به این هفته برگزار کنن. احمد کلباسی، CBC، شهر ولینگتون، ایالت دلاور. بریتانیا و اتحادیه اروپا هر دو میگویند در آخرین دور از مذاکرات برگزیت پیشرفت چشمگیری نداشتند. میشل بارنی مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت گفت به نظر میاد مذاکرات به جای پیشرفت عقب گرد دارد. آقای بارنی هشدار داده که احتمال رسیدن به توافق در این مرحله کم است. دیوید فراست همتای بریتانیایی او اما میگوید پیشرفت تنها زمانی حاصل میشود که اتحادیه اروپا واقعیت درخواست های بریتانیا را بپذیرد. اختلاف اصلی بر سر حقوق ماهیگیری در دریا و جلوگیری از رقابت ناسالم است. مسئولان استان مازندران گفته بودند آتش‌سوزی در شبه جزیره میانکاله که اوایل هفته شروع شده بود مهار شده، اما تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده ظاهراً حاکی از آتش‌سوزی جدیدی در این شبه جزیره حاشیه دریای خزر است. منطقه حفاظت شده میانکاله یکی از سرمایه‌های طبیعی ایران به شمار می‌رود، ولی در سال‌های اخیر به خصوص امسال شاهد آتش‌سوزی‌های فراوانی بوده که به گفته مقامات عامل انسانی داشتند و احتمالاً عمدی بودند. سیاوش اردلان نگاهی کرده به وضع طبیعت میانکاله در این روزها. در طول هفته‌ای که گذشت شبه جزیره میانکاله در آتش بود. در جایی که طبیعت بکر و حفاظت شدهش باید مفرح ذات باشد، جز دودی سیاه دیده نمی شد. امکانات امدادگران هم در همین حدود بود.
این بندر امیرآباد. تا دیروز گفته میشد که آتش میانکاله مهار شده، اما تصاویری که دیشب از بندر امیرآباد گرفته شد کورسویی را نشان میدهد که حدود 10 کیلومتر آن سوتر از آتشی دیگر در میانکاله حکایت میکنند. نیم ساعت پیش خیلی بیشتر بود. پشت این ستالامبی که روشن هست، پشت این ستالامبی که تو وسط هست، اینا نگاه کنیم پشتش قرمزی مشخصه. این نهمین بار در سال جاری است که طبیعت میانکاله میسوزد و امکاناتی که برای مهار یکی از مهمترین مناطق طبیعی ایران وجود دارد از این حد تجاوز نمیکند. نیروهای منابع طبیعی نهایت تلاش خود را به کار میبرند، اما بضاعت آنها بیش از این نیست. برای 2300 نیرو دارن، ولی باید وسیله داشته، این لودر چیزی داشته باشه، اینجا باید مستقر باشه. اگر لودر مثلا خانه از شهر بیاد سه طول کشنه. میانکاله شبه جزیره است در ضلع جنوب شرقی دریای خزر. از سال 1348 یک منطقه حفاظت شده اعلام شد. پناهگاهی است برای حیات وحش و خصوصا گونه های پرنده. خدمت رو عرض کنم که تالاب بین‌المللی میانکاله یکی از تالاب‌های مهم کشور هستش که زیستگاه زمستان‌گذرانی تعداد زیادی از پرندگان مهاجره. با سرد شدن هوای مناطق شمالی و مناطق سیبری، مهاجرت پرندگان به تالاب‌های کشور از جمله تالاب میانکاله آغاز میشه. هر بار که طبیعت میانکاله طعمه حریق می‌شود، مقدار بیشتری از اراضی آن می‌سوزد. این سری آخر 340 هکتار پوشش گیاهی میانکاله از بین رفت. از 68 هزار هکتار مساحت میانکاله که نزدیک به 10% آن تاکنون طعمه آتش شده. شناسایی و دستگیری کسانی که این آتش‌ها را برمی‌افروزند دشوار است. مطبوعات ایران اخیراً نوشتند که عده‌ای سوداگر در کنار گیاهان میانکاله مواد مخدر و مخصوصاً ماریجوانا کاشتند. وقتی نیروی انتظامی ماریجوانای آنها را از بین برد، سوداگران بنا به این گزارش برای انتقام گرفتن منطقه را آتش زدند. انتقام جویی به گفته بسیاری از کارشناسان منطقه انگیزه مسموم کردن هزاران پرنده مهاجر در ماه‌های گذشته نیز بود. دلیل تلف شدن این پرنده‌ها هرگز مشخص نشد. یک مقام اداره محیط زیست مازندران گفت از او خواسته شد حقیقت را افشا نکند. ما مرجعی هستیم، ما هماهنگی کردیم، ما به شما حق ندیدیم، ما اعلام کردیم حق ندیدیم. آرامش طبیعت شبه جزیره میانکاله مثال زدنی است. عجیب نیست که سوداگران چشم طمع به این منطقه بدوزند و گونه های گیاهی و جانوریش را از بین ببرند. اما عجیب آن است که نظارت، امکانات و قدرت بازدارندگی کسانی که مسئول پیشگیری و مقابله هستند برای چنین سرمایه طبیعی در ایران اینقدر اندک باشد. سیاوش اردلان، بی بی سی. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.